اینجا دوشنبه، پایتخت وطن ما. اینجا باشد بینای نوبنیاد مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش است. اینجا بهترین روزنامه‌نگاران صحابی کار میکنند. سلام دوستان، عادتاً هر روز در تلویزیون ورزش ساعت 8 صبح کار همین گونه آغاز می‌گردد و امروز از روزهای قبلی با کلی تفاوت دارد، چون که امروز یک شنبه است هرچند و ما به خاطر آن به کار آمدیم که امروز شوسرگی تلویزیون ورزش را با شما تجلیل کنیم. همین روزی سال 2016 تلویزیون ورزش تأسیس یافت و ما می‌خواهیم امروز از یک روزی کاری کارمندان تلویزیون ورزش برنامه تهیه کنیم و خواهش می‌کنیم که شما هم با ما باشید. رفتیم. بله. امروز یعنی 1 مارس سال 2016 در فضای تلویزیونی تاجیکستان باز یک رویداد فرح‌بخش رخ داد، یعنی که شبکه تلویزیونی ورزش با فعالیت آغاز نمود و از آن دم تا به این سو همه کارمندان تلویزیونی ورزش چی در هیئت تکنیکی و چی نوار برداران، کارگردان ها، محرران، شارح ها همه با جوش و خروش و نیرو و غیرت تازه فعالیت میکنند و امروز همه خوشحالند که تلویزیونی ورزش، یعنی که ما 4 ساله شدیم و بینندگان رو امروز با یک روز کاری تلویزیونی ورزش آشنا میکنیم که برنامه ایدونا هم به همین روز بخشیده شده است. این اتاق کاری اداره برنامه های اطلاعاتی خبر است. محرران این اداره همه روز سوژه و گزارش های فوری و در رشته های گوناگون ورزش از داخل و خارج کشور آماده میکنند. این سیما عبدالنسیم ستاری محرر اداره خبر و شارح قوی صدای بسکتبال است. در وقت شارحیش بیان چای کبود راحت جان را بسیار دوست می‌دارد. این گپ در محیط تلویزیون ورزش با قول برند است. پروینا افشورو بعد 5 دقیقه در پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی خبر برآمد میکند. حالا نزدی پردازگر مدینه قهارو خیلی با شتاب خود را آرام میدهد. فرقیت زیاد از زیرا در افیر اینجا روشنی زیادتر است. از این سبب گریمیارای ما مخصوص، آرایشگرای ما مخصوص گریمی را استفاده میبرند که در همون روشنایی روی آدم رو خوشروتر یعنی زیباتر نشان دهد. گودک بود. البته همه چی اویلادور، فرزند، گودک، شوهر. مایلش من دیر کرده استودم، حاضر میبیویم. باشمو برای کورا پایمدی رحمت کلون. برای متن نطقی پروینه و در افیر خوندن او نه تنها پروینه بلکه چند کسی دیگر موظفند، از جمله محرران پیش گفتار گزارش خود را می نویسند و کارگردان باشد همیشه با کار خودش باید سر وقت رسیدگی کند. پروینه از آن خرسند است که گاه گاه شوهرش دولت او را در روسیه تماشا می کند. امروز مسئول خبر کامران کریموف می باشد. سلام علیکم بینندگان گرامی. نشر نوبتی برنامه تلویزیونی خبر را از استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش مستقیما منظورتان میگردانیم. با دست جمعی تیم گزارش آماده نمودند که منظورتان میگردانیم. در این تالار حیات ایجادی هستند. سر از محرران اداره ها تا شارحان فوتبال و مسئول سامونه و شبکه های اینترنتی
عثمان یگانه سرسپرده کار خود است که طول یک سال اول به مزد معاش کار کرده است. از روزی که من با تلویزیون دولتی تلویزیون ورزش تشریف آورده بودم، آن زمان تلویزیون ورزش هنوز با فعالیت خود شروع نکرده بود و در این مدتی در این فرصت و فاصله من از درگاه از این مؤسسه توانستم که یعنی تمام نزدیکی های ترجمه نمودن خبرها رو برای سامانه و برای دیگر برنامه ها از خود کنم. همه اون خبرهایی که شما از سامانه تلویزیون ورزش میخونید دسترنج طاق عثمان ما است. چنانه که به همگان معلوم است مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش در سامانه‌اش ما یعنی خودم در یک روز زیاده از 10 تا 15 خبر رو ترجمه و در سامانه‌ها منتشر میکنم. ما بیشتر کوشش میکنیم که به خبرهای داخله رو بیشتر به مردم رسانیم، اما گرچند که خبرهای داخله کمی کمتر هستند از خبرهای خارجی، از جهان فوتبال، از جهان بسکتبال، والیبال و همه نمودی ورزش ما کوشش میکنیم که دسترس نموده برای خواننده های مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش در سامانه نشر کنیم. این حوالت پرویز محمد امین به صفت شوروی موفق و هم از همه انسان کمگب در کارخانه از احترام خاصا برخوردار است. پرویز حالا و حاضر با شهردهی بازی ال کلاسیکو که قرار است در دیل شب یعنی ساعت یک برگزار شود امودگی میبیند. خب طبق نقشه این هفته برگزاری بازی ها در چمپیونات های ملی کشورهای اروپا و همچنین لیگ چمپیون ها در نظر است. این هفته به فرق از هفته های گذشته برای کارمندان اهل اداره ما کمی مشکل میشود و عادتا اداره گزارش ها و پخش مستقیم بغیر از روزهای کاری همچنین روزهای شنبه و یکشنبه دائما در کارخانه هستند، به خاطر اینکه اکثر بازی ها در چمپیونات های ملی ما از همین روزها برگزار میشن و چطور میدونیم روزهای شنبه یک شنبه برگزاری چند از بازی ها به نقشه گرفته شده است. شاید مهمترین اون این البته ال کلاسیکو بین ریال و بارسلونا باشد، همچنین دربی ایتالیا بین دسته های یوونتوس و اینتر در یک وقت ساعت تقریبا با بازی بارسلونا و ریال برگزار میشن. مثل همه شوریهان و فنات های فوتبال، شب زنده‌داری برای پرویز نیز عمل مقرری است. من نفرانه که با کار ایجادی مشغول هستند این چیز رو خیلی خوب درک میکنند که دوامی هفته اینقدر کار زیاد رو انجام دادن با سلامتی انسان ضرر منفی هم میرسوند، پیش از همه نوری چشمی آدم میتواند کم شود و دیگر ضعف ها در بدن او میتوانند از خود درک دهند، ولی یک مهر و محبت و صداقتی که به همین کسب به فوتبال و من به نمودهای گوناگون ورزش است ما رو روح بلند میکند، ما رو نمیگذارد که در دل شب خواب رویم، بلکه برای بیننده ها به طور مستقیم بازی ها رو شهر و توضیح دادن این رسالت اساسی ما است و ما حرکت میکنیم که این چیز رو ادامه دهیم. بابا خالمرادزاده در تلویزیون تجربه کافی دارد. به شبه بابا یکی از مشهورترین شورای فوتبال در کشور به حساب می رود. آنهایی که فوتبال را دوست می دارند می دانند که کسبیت بابا در کدام ساعت قرار دارد. یک خصلت بابا را می گویم، خودش را خیلی زیاد دوست می دارد. این شوخی بود البته. خلاص واقعا کار شورایی زحمت زیاد طلب می کند. اصلا در طول 4 سال فعالیت ما از همه معرکه های مهم، از گیم واخوری ها و نمیدونم با چیزهای دیگر محروم هستیم. ما فقط گیم که در کار هستیم برای انجام دادن یک گزارش، یک شرح برای بیننده های تلویزیونی ورزش زحمت میکشیم و البته استراحت در بعضی از روزهای کاری داده میشود از جانب رهبریت. فکر میکنم به هر صورت اون روزهای استراحت یک شنبه یک شنبه هست و ما حتی از گیم که دیدوربینی از نمیدونم یک ملاقات و گیم توی معرکه ها دور هستیم، بله وقت گذراندن دور هستیم، این علاقه برای ما عادت شده است. نسبت به روزهای مقرری امروز بابا خیلی سرتشویش و پرکار است، چون امشب همراه با پرویز محمد امین بازی در انتظار و دوستدار میلیون ها ال کلاسیکو رو شروع میکنند. با فرق از روزهای دیگر امروز کمی مشکل تر است، چون نوبت از اون که امروز از تاسیس تلویزیونی ورزش 4 سال پر می شود و اینچنین در دل شب بازی سال هم گیم خطا نمی کنیم و
мухлисони футболро интизор аст, Эл Класико ё ба истилоҳ Эл Дерби Испанол аст, рақобати ду дастаи нотакрори Испания, ки яке пойтахти ин кишвар ва дигаре вилояти мухтори Испанияро муаррифӣ мекунанд, баргузор мешавад ва чун одат онҷо мо ҳамро бо ҳамкорам Парвиз ин бозиро шарҳ медиҳем. این اتاق پردازگری ما می باشد و نخترش اتاق دوست داشته تمامی دختران که زیباگی ما رو باز هم تقویت می دهد. منیجا دختر دوست داشتنی تلویزیون او روزنامه‌نگار کسبی مهنت دوست با انتظام و خیلی زیبا هم هست. او برای برنامه نوتهیه خود که با نام با هم خراب می شویم یا خود ایمو میستی نام دارد کوشش می کند تا از این هم بیشتر وزن پرتوید و خراب شود. موافقه تحقیقاتی کارشناسان تقویت دادنی موشک ها و بهتر نمودنی فعالیت تمامی اعضای بدن برای بهتر کردن طرز حیات سالم حتمی می باشد. اگر بینندگان آگاهی داشته باشند برنامه های اداره ما همه روزه با دو سه برنامه اریجینالی پیشنهاد بینندگان میگردد که این از زحمت های هر روزه کارمندان اداره تحلیلی درک میدهد. منیجا بعضن با کار 10-20 دقیقه دیر میکند. سببش را در آرایش موی و روی یا گریم کردنش گفت که این مشکلی اکثر دخترهای امروز است. شوخی با تمام پسرانمون دوستی زیچ داریم و باز از همه زیاد که همچون برای من همچون برادر است این فردوس و البته لطفالله میباشد که دوستی صمیمی هستیم و با هم مشکلی های مثلا شخصی هم مشکلی های کاری باشد با هم دیگر مراجعت میکنه و به واسطه کوشش کمک های خود را دریغ نمیدارند. همیشه دستگیری میکنند و همون از روز اولی که من اومدم به همین تلویزیون ورزش من از آنها بودند که دستی کمک به من دراز کردند و اولی که اومدم البته برای من مشکل بود زیرا من از ساحه ورزش خیلی دور بودم. وقتی منیجا با سؤال فردوس یعنی دوستی تو کیست لطف‌الله گفت خیلی خرسند شدم. عادتا منیجا روزهای استراحت با کار نمی آید اما چون امروز جشن 4 سالگی تلویزیونی ورزش است با فکرم برای خوردن تورت بی پول آمده است. توبه اصلا ما روز یک شنبه این روز استراحتی ما می باشد ولی امروز که 1 مارس است روز تاسیس یابی مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش است ما خواستیم که امروز رو با جمع کارمندان در مؤسسه جشن گیریم و ما امروز کار نداریم بلکه تنها خواستیم که جشن گیریم برای همین جمع آمدیم. ما یک اقدام خیلی خوب داریم که همه ساله همین سنه رو همچون زاد روزی مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش جشن میگیریم البته با شیرینی ها با خوشحالی چه خیلی که شخص زادروز خود رو جشن میگیرد ما همه سرجم زادروز مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش و همچنین روز اولی بهار رو جشن میگیریم و امروز نیز خیلی یک روزی خاطرمون برای ما سپری شده ایستاده است. تمام تماشابینان تلویزیون ورزش رو با این روز خرسندی با این روز بهار تبریک و تهنیت میگویم و به اونها همیشه تماشای خوش رو خواهانم. این صورت نیست دخی. دوستان عزیز اینجا استودیوی یگانه تلویزیونی ورزش میباشد. همون برنامه‌ای که شما در افیر میبینید انا همینجا ثبت میگردد. بعضی برنامه در اینجا ثبت میگردند بعضی دیگرش انا اون جای دیگر ثبت میگردند و این یگانه استودیوی ورچوالی تلویزیونی ورزش میباشد اینجا که برنامه‌های زیاد از قبیل برنامه اطلاعاتی خبر برنامه در شبکه‌های اجتماعی و پرگنزیس و این نفری که شما میبینید مهروار کشوروف میباشد پرودوسر روزنامه‌نگار شوره و یگانه نفری در تلویزیون ورزش میباشد که با دو زبان اگر دلش کشد با سه زبان هم بفکرم که برای بیننده ها برنامه ثبت میکنند و شما علاقه از برنامه پرگنزیس مهروار کشور رو میدونید و من با مهروار گفتنی هستم که خلا نرسنده باشم. نه ما علاقه جنباز کردیم خیر خوش کردیم شما پس از مدر آمدید سلامت باشید. خوب مهروار در تلویزیون ورزش با دو زبان برنامه پیشنهاد کردن برای مخلصان مثلا یکان تنقیسی برای شما پیش نمیاره؟ برای من یکان تنقیسی نیست اما مشکلی در مخلصان است زیرا که یک طبقه مخلصان است که نمیدونند که من همچنان در بازی ها با زبان تاجیکی حرف میزنم برای من در شبکه های اجتماعی بسیار خام سخن های گوناگون می نویسند حتی
خود شوید بود که درست پیش یک شخص نایسانده بود که زهر بود و شیری مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است، در حالی که ما با دو زبان حتی با سه زبان آزاد گپ میزنیم و کلا رنگی من شخصان در تلویزیون ورزش بسیار هستند، همه جوانانی که با کار قبول شدن همه بالایقد هستند، زبان دون هستند. برای من برنامه من با زبان روسی است، معنی اون ندارد که تنها من زبان روسی رو خوب دارم، در اینجا همگان زبان دون هستند. خوب مهروار، تا جایی که من میدونم شما یگان نفری سرکار در تلویزیون و اون ما در حیات هستید. برای چی؟ برای که شما هم برنامه پرگنزیس دارید، هم در برنامه خبر شما نتاقی میکنید، هم ساعت یک شب اومده بازی ها رو شروعی میکنید، هم با فکران که باز در کجای دیگر هم کار میکنید. جسمان عذاب نمیکشید؟ جسمان راستی گپ بسیار عذاب میکشم، از حسابی که مدت های میشود که در سه روز همگی 9 ساعت خواب میکنم، از حسابی کمخوابی هم بسیار شخصیت اذیت میکشد. اما ما جوان هستیم، خون در جوش، ما باید که این زمان تلاش کنیم، حرکت کنیم، صاحب نام شویم. میگویند که اول برای نام تو کار میکنی، بعدا نام برای تو. بله خوب، مهروار کشور، برنامه پرگنزیز، شوره، نتاق، معلم، همه چی. اینجا همون دستگاه های هستند که نوار ها را ثبت میکنند. عین حال سنت‌الله میرزایف یکی از کارگردان های اداره خبر حالت برنامه را ثبت میکند، یعنی که رفتی برنامه را تهیه برنامه را ثبت میکند و در کنار او همکار دیگری ما، همکار تکنیکی ما صابر زویدوف نیز با بند و بستی برنامه یعنی که مشغول است، یعنی که با همین دستگاه مخصوصی صد و ثبت کنی کار میکند. و در این کنار باشد مومینه خانم رازق زاده هستند که با همون سوفلور میگیم که از روی همین برنامه ها خونده می شوند، برنامه های خبر، برنامه های مؤلفی، برنامه های کلون هجم که متنی بسیار دارند از روی همین دستگاه مخصوص خونده می شوند. گلروز فیلان شکلی کتای بازی های سریه ای ایتالیا رو شروعی دارد. درود دوستان عزیز، مخلصان و واداران فوتبال، علال خصوص نفرانی که دوستدار و راغب به سری ا ایتالیا هستند، شما را با تماشای شرح و تجزیات دور 25 سلسله ا ایتالیا دعوت میکنیم. گلروز خدا نظر زاده در برابر دیگر شورهان ایده های اون رو دارد که او رو هم مخلصان میشناسند و این رو خیلی زیاد میخواهد. عادتاً من البته نفری هستم که بیشتر پس کادر هر میزنم، البته در برنامه اشتراک میکنم همچون کارشناس و برنامه خودم رو هم دارم، ولی به هر حال گفتم که به فرق شود از دیگر بچه ها کمتر روی افیر برایم، به همین خاطر من بیشتر در پس پرده بودن رو میپسندم. با همین خاطر البته در بعضی از جاها میشناسن، اگر که برای مثال بزرگ میرویم یا گون جای دیگر میرویم، آدما میشناسن سلام علیک، شما نازید، ما شما رو شناختیم، برنامه شما رو میبینیم، به هر حال میشناسن، لیکن گویم که به مانند ستاره های سرشناس نه. سید نوردین امیرشایف رو من امیرشاهی میگویم، به حیث سردار اداره نوربرداران از همه کم کار میکند، به قول خودش رو شف میتراشد. شوخی در روزهای استراحتی البته امیرشایف از آن افتخارمند است که درگاه تلویزیون ورزش درگاه ناامیدی نیست. نوربرداران این مؤسسه طول 4 سال به مثل نیم دنیا رو گشتند. در مدت 4 سال نوربرداران ما قریب زیاده از 10 دولت دنیا رفتند، دیدند و اینکوس سری وقتی از خود هم مکان برگزاری چوربی ها، از هم المپیاد، بازی های آسیای، چمپیون جهان و بازی های باز چندین چمپیونات های کشاد و دیگر رفته اشتراک کردند و فکر میکنم که کسبیت آنها خیلی بلند میشد وقتی که با دیگر نوربردارای دیگر منطقه تمام دنیا همصحبت میشوی، کار یک جا کار میکنین، فکر میکنیم که باز بهتر و خوبتر میشود، کار نوربر جهان بینی واسه میشود. با گفته او بیننده های تلویزیون اکثرا کار آنها رو تماشا میکنند، تلویزیون بدون نوربردار هیچ بوده است، از این خاطر او با مخلصان تلویزیون ورزش مراجعت میکند که ما رو ترک نکنند. فکر میکنم هم کار جسمانی است، هم کار فکری است، ما از عهدهش میبریم، ما و گروه نوربرداران ما از عهدهش میبریم. به مخلصان تلویزیون ورزش گفتنی هم که به ورزش مشغول شوند، خب تلویزیون ما رو ترک نکنند، ما
گروه نواربرداران و تمام کارمندان مؤسسه هر چه که قوت و توانی که داریم در این راه صرف میکنیم و برای بیننده خود بهترین برنامه ها رو و از خود جای واقعیت از خود جایی که همون چمپیونات همون مراسم ها میشد ما پیشکش بیننده میکنیم و بیننده ما فقط تماشا کند لذت بره تمام سلامت باشی فریدون رو بیشتر به خوبی روزهای استراحتی دلگیر کرده است. پیشتر که هیچ کجا کار نمیکرد، کارش خوب بود، اما حالا در 24 ساعت شاید یک ساعت میخوابد. شوخی. اصلا برای هر یک شوره روزهای مهم هفته این روزهای استراحتی به حساب میروند، زیرا در آن روزها ماس فوتبال ها برگزار میگردند در توپ 5 چمپیونات مقتدر اروپایی و امروز نیز چون 1 مارت است، روز استراحتی است، ما در کار هستیم و طبق نقشه هایی که تصدیق گردیده است امروز من باید دو بازی رو شهر بدیم، سر اول دیدار میلان و جنوا در چمپیونات ایتالیا و بعدا بازی دوری نوبتی چمپیونات اسپانیا دیدار اسپانیول اتلتیکو مادرید رو شهر میدیم و خوب چگونه که گفتم اصلا روزهای اساسی کاری ما همین روزهای به حساب میرود که در آن روزها فوتبال هستند، روز شنبه یک شنبه و بعدا اگر لیگ چمپیونو و لیگ اروپا باشد در میانه هفته روزهای سه شنبه از روز سه شنبه تا پنج شنبه سر کرده بسیارتر ما بند هستیم. مربوط به همین بدارخوابی ها یک زمان با فریدون حادثه رخ داد که قریب از کار پیشش میکردند یا جریمه به مبلغ کلان میسپرد. این هم شوخی. وقتی که در دانشگاه میخوندم در روز وقتی که در درس بودم اون زمان من تاریخ شهرنامه در فعالیت میکردم در تلویزیون ورزش، خوب اصلا در ادامه روز امکاناتی استراحت کردن رو نداشتم و بعدا شب بسیارتر شرح میدادم بازی ها رو. لحظه شده بود که هنگامی بازی چون ساعت یک شب سر شده بود بازی در قسمت دومی بازی ما رو بسیار خوب لغت کرده بود و من حتی نمیدونستم که 10 دقیقه اون بازی رو چگونه شرح دادم و بعدا برای هم بسیار عجیب هم گردید که دوباره بازی رو تماشا کنم و ببینم که در همون لحظه ها من چگونه بازی رو شرح دادم و دیدم که خوشبختانه همش از روی نقشه رفته است و نابسته از اونه که کمی هم خوب بود هم بودم ولی هر یک لحظه همون بازی رو خوب شرح داده بودم. باری اول برای هواداران دو باشگاه بزرگ در سیاره این شب ساعت یک بازی بهترین سیاره برگزار میگردد و اون رو تنها تلویزیون ورزش طریق پخش مستقیم و با زبان تاجیکی منظور مخلصان میکند. در این برابر هر شوره و هر مخلص در نسبت پیروزی دسته ها اندیشه خود را دارند. راستی مشکل از خلیب رو معین کردن، اما دفعه اخیر برای بارسلونا سانتیاگو برنابیو مثل خونه خود شده بود. فکر میکنم ریال و بارسلونا در این بازی غالب رو معین نمیکنن. حالتی بازی بارسلونا هم بهتر شده است با آمدن سرمربی نو و غلبه آنها در بازی اخیر از بر ایبر و بخت ریال مادرید از لوانته. این کلان چیزهای دیگر هستند چون وضعی کنونی دسته ها رو نشان میدید، ولی فکر میکنم ما یک بازی بسیار هم جالب رو باشد که این دسته انتظاریم. فکر میکنم که دیداری مسکو بینید یک جالب صورت میگیرد، زیرا این حال دو امتیاز جدا میکند بارسلونا را از ریال و برای پایگه قهرمانی این دیدار تا جای معین است، زیرا اگر دسته که غلبه کند پس فکر میکنم که در ادامه موسم از جهت روحی و روانی آنها میتوانند که تا جای برتری را صاحب شوند. ال کلاسیکو نبرده که با گردش های خود رشک سینماگران دنیا خواهد بود. تلویزیون ورزش عرصه تماشای جالب و فراغتی کامل است. ما را تماشا میکنند.